تکرار میکنم، یک اقدامی که توأم با خشونت باشه به مفهوم در واقع تهاجمیش، یعنی بمبگذاری، یعنی ترور، یعنی کشت و کشتار، یعنی اسلحه کشی، یعنی سرباز و پاسدار و بسیج کشی، این رو میگویم خط قرمز. درست. ولی دفاع از خود، حفاظت از خود، اگر به ما حمله شد به مفهومی نیست که سرتو بنداز پایین و شهید بشو. نه، آفرین. مقاومت کن، اگرم اسلحه داری اسلحتو در دفاع از خود استفاده کن. آفرین. اما نه با قصد تهاجم، اون فرق میکنه. آفرین. برای این حرف منو لطفا تحریف نکنید. اقدام خشونت آمیز یعنی وقتی شما تصمیم میگیرید ابتدا به ساکت که از طریق خشونت آمیز به نتیجه برسید. این فرق داره با اینکه اگه به شما حمله شد حق دارید از جون خودتون دفاع بکنید. این دو تا چیز کاملا متفاوته. در هر دو موردش لازم هستش که همیهنان هر اقدامی رو بکنن که رژیم منصرف از این بشه که فکر کنه به همین آسونی میتونه بیاد مردم رو قلقم بکنه، کسی هم صداش در نمیاد. درست. ولی به مفهوم این نیست که به ما این پروانه رو بده که شروع بکنیم به کشت و کشتار. بلکه یک تفاوتی بالاخره باعث بین این حکومت و بقیه ماها باشه. بگر چه فرقی میکنه؟ دقیقا. اگه اصل خشونت و کشت و کشتار رو به عنوان یک روند طبیعی فرض بکنیم، پس اصلا حرفمون چیه نهایتا؟ یه جا بس فرق بین قضیه باشه. کاملا من با این نظر شما موافقم و باری از روی دوش شخص من برداشته شد و یعنی واقعا برای من این مسئله بود که این حد مسالمت‌آمیز کجاست، چون گاهی اوقات به طور اسفناکی میبینم که جمعیت کافی و لازمی وجود داره که جل